جناب آقای محمد ابراهیم ودا، استاد سابق دانشگاه و یکی از فرهنگیان کشور ما افغانستان هستند. شما بفرمایید جناب ودا صاحب. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچی هستی تویی. به حلقه همدلان و همزبانان سلام و درود. نخست از همه مقدم بهار، این نوید نو شدن و زنده شدن را برای شما و تمام بینندگان عزیز این برنامه از ته دل تهنیت میگویم. و از بنیاد حضرت مولانا ممنون و مشکورم که با دعوت در این جمع صاحب نظر بر من منت گذاشتم و صحبت های اکادمیک عزیزان فیض بردم. من می خواهم در مورد واژه بهار در اندیشه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی خیلی مختصر و خیلی فشرده صحبت کنم، چون این بحث گسترده ای است که حضار و اساتید محترم به این واقف هستند. در امتداد مسیر تاریخ ادبیات و خصوص حوزه شعر، از کلمه بهار بحیث واژه شکوفایی و پویایی و تراوت استفاده گسترده شده و هر یک بر وفق مراد و ذوق خود آن را به کار برده است. ولی خیلی رأی جناب استاد گرامیم کریم زمانی را می پسندم که شاعران را می توان نسبت به طبیعت به سه گروه تقسیم کرد: شاعران طبیعتگرا مانند منوچهر دامغانی، شاعر مدا و طبیعتگرای قرن پنجم که از جلوه های طبیعت و لطافت های آن توصیفات بس روشن و شفاف دارد. دوم، شاعران ماورای طبیعت، ناصر خسرو حکیم و شاعر متعید قرن چهارم هجری در صدر این دسته قرار دارد. اینان با وصف طبیعت نپرداخته، بلکه مخاطبانشان را دست میگیرند و یک راست به دنیای معقولات و محسوسات ماورای طبیعت می‌برند. سوم، شاعران طبیعتگرای آنسونگر که مخاطب را از نقوش ظاهری به فراسوی طبیعت یعنی ماورای آن می‌برند. بر قله شامخ این اندیشه حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی با آن وسعت نظر و بلندی فکرت و قدرت بیان در عناصر طبیعت آیت بس شگرفی است. کافی است بدانیم که در دیوان کبیر که حضرت خداوندگار دیوانه کبیر است، واژه عید 216 بار و نوروز 8 بار و بهار 419 مرتبه به کار رفته است. او مانند منوچهری در سطح باز نمی ایستد، بلکه جمال و جلال عالم هستی وصف میشه برای سلطان زمان و مکان و فراسوی زمان و مکان. حضرت مولانا از نشان
به صاحب نشان نظر دارد و در آن بینش خداییش و بهار دیده ما را روشنایی و دلهای ما را صفای ملکوتی می بخشد. به این بیت زیبا توجه کنیم. گلزار بین، گلزار بین، در آب نقش یار بین، وان نرگس خمار بین، وان غنچه های احمری. گل عقل غارت می کند، نسرین اشارت می کند، کی نک پس پرده است آن، کو می کند صورتگری. بهار برای او یک مقوله فربه پرهیجان و جاندار است و فراتر از زیبایی هایش تونل زمان و مکان را می شگافد و انسان را به مهمانی مسبب دعوت می کند. ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ ای باغ، توی خوشتر یا گلشن گل در تو؟ یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد؟ این نادره عالم معرفت به ما می آموزد که تنها در سکوت درونی است که میلودی روانبخش بهار و جهان هستی را شنید و به رازها و نیایش‌های گل و بلبل، سبزه و درخت، ابر و باد و باران گوش داد. با سیب انار گفت که شفتالوی بده، گفت این هوس بزن همه منبلان راغ. منبل یعنی تنبل و راغ هم صحرا و مرغزار خواهند شد. او مانند یک میناگر و یک پیکرتراش چیرده است، بر واژه و عناصر احساس عاشقانه می تراشد و روی خداییش را در نفس سخن می دمد. بنفشه پیش نیلوفر در آمد که مبارک باد، که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد. ولی فربی ترین دیدگاه حضرت خداوندگار به بهار به مثابه آیت و نشانه قیامت و رستاخیز است. در این نگاه سالک از زنده شدن دوباره طبیعت در فصل بهار حشر خود را به یاد می آورد که هر لحظه در حال حدوث است و آدمی زمان نو شدن خود را تجربه می کنه که شکوفه های پربار عشق و محبت، یعنی این قیامت در وجودش، قیامت برپا کند. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسان این گمان باشد؟ و چون این بهار آدمی بی منتهاست و آن سوی چار فصل سبز و تر است و در بیان چیزی است که خود در بیان ناید. به قول شیخ بهایی، یارب تو مرا مژده وصلی برسان، برهانم از این نو به اصلی برسان، تا چند از این فصل مکرر دیدن، بیرون ز چهار فصل فصلی برسان. حضرت خداوندگار در این بستن و شکفتن و قبض و بست جان آدمی ما را بیاد اصل خود و وصل می کشند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ. و این پیامبر عشق از فراز عرش پیام می آورد که ای بستگان تن، به تماشای جان روید. آخر رسول گفت تماشا مبارک است، بر ماهیان تپیدن دریا خجسته است، بر خاکیان جمال بهاران مبارک است. و در اخیر یک غزلی که
تمثال از نگرش بی‌نظیر حضرت خداوندگار به بهار و احوال خوش عارفان است. با شما دوستان و شنوندگان گرامی شریک می سازم و مبارک باد بر نوروز وجود سبز و خرم شما. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را. زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت، شنید آن سر از سوسن قیام آورد مستان را. ز اول باخ در مجلس نثار آورد آنگه نق، چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را. ز گریه ابر نیسانی دمی سرد زمستانی، چه حیلت کرد کس پرده بدام آورد مستان را. سقاهم ربهم خوردن و نام ننگم کردن، چه آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را. درون مجمر دلها سپند و عود می سوزد، که سرمای فراق او زکام آورد مستان را. درا در گلشن باقی برا بر بام کن ساقی، ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. چو خوبان حله پوشیدن، درا در باغ و پس بنگر، که ساقی هرچی دریابد تمام آورد مستان را. که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد، ببین که از جمله دولتها کدام آورد مستان را. ز شمس الدین تبریزی بناگه ساقی دولت، ز شمس الدین تبریزی بناگه ساقی دولت، و جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را. تشکر از حوصله مندیتان. ممنون. تشکر از شما آقای محمد ابراهیم ودا. واقعا زیبا، جامع و همه جانبه صحبت کردید. ما واقعا بهره‌مند شدیم. تشکر یک جهان.